خب سخنران بعد خانم فائزه رضایی در رابطه با نقد و بررسی زمینه‌های حقوقی استثمار نیروی کار در ایران سخنرانی می‌کند. با سلام خدمت دوستان عزیز حاضر در جلسه و دوستان عزیزم در اتاق پالتاک، موضوع سخنرانی من امروز نقد و بررسی زمینه‌های حقوقی استثمار نیروی کار در ایران هستش. بر اساس قوانین حقوقی، بهره‌کشی یا استثمار زمانی است که برخی از افراد و یا گروه‌ها از تلاش‌ها و خدمات افراد یا گروه‌های دیگر به نحو غیرمنصفانه و از طرق مختلفی همچون کار اجباری، عدم پرداخت دستمزد مناسب و به بردگی گرفتن آنها، انجام امور سخت و طاقت فرسا از آنها سوء استفاده می‌کنند. نظر به پیامدهای مخربی که بهره‌کشی از کار دیگران و استثمار کارگران بر جای می‌گذارد، اسناد مختلف بین‌المللی و داخلی در زمینه حقوق بشر و حقوق کار به موضوع ممنوعیت بهره‌کشی از اقشار مختلف جامعه به ویژه طبقه کارگران اختصاص یافته است. حال به بررسی زمینه‌های حقوقی استثمار کارگران در ایران می‌پردازیم. مبانی منع استثمار کارگران در نظام‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی. از جمله مهمترین اسناد بین‌المللی که در زمینه منع بهره‌کشی یا استثمار کارگران تدوین شده است، می‌توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد که بر اساس ماده 23 آن هر کس حق دارد شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود مطالبه کند و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد و همه حق دارند بدون هیچ تبعیضی در قبال کار برابر و در شرایط برابر مزد مساوی دریافت نمایند تا زندگی خود و خانوادهشان را موافق شئون انسانی تأمین نمایند. ماده 30 اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز علاوه بر آزادی انتخاب کار و منع بهره‌کشی یا هر زیان دیگر به افراد چنین مقرر کرده است. هر کارگر اهم از مرد یا زن حق دارد مزد عادلانه در مقابل کاری که ارائه می‌کند سریعاً دریافت کند و از مرخصی و پاداش‌ها و ترفیات استحقاقی استفاده کند. بر اساس ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز دولت‌های عضو میثاق حق کار را به رسمیت شناختند و این حق به معنای گذراندن زندگی از طریق کاری است که شخص با رضایت خودش انتخاب کرده باشد. ماده 7 این میثاق نیز در مقام بیان شرایط منصفانه و مطلوب کار، دستمزد کارگران به صورت منصفانه، محدودیت ساعت کار کارگران، حق برخورداری از استراحت، فراغت، مرخصی استحقاقی با استفاده از مزد را مورد تاکید قرار داده است. علاوه بر موازین عام ذکر شده در زمینه منع بهره‌کشی یا استثمار کارگران، سازمان بین‌المللی کار نیز طی مقابله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های متعددی کارگران را در زمینه نفی بهره‌کشی و استثمار مورد حمایت خود قرار داده است. همانگونه که در قسمت قبل بررسی شد، نفی بهره‌کشی از کارگران یا استثمار آنها سبب تصویب موازینی در نظام حقوقی بین‌المللی شده است و البته اهمیت مطلب مذکور در نظام حقوقی داخلی ایران نیز سبب شده که قانونگذار در قانون اساسی و قوانین عادی همچون قانون کار به حمایت از کارگران در زمینه منع بهره‌کشی پرداخته. جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری و ممنوعیت آن یکی از ضوابط اساسی است که در بند 4 اصل 43 قانون اساسی آن را قرین آزادی انتخاب شغل قرار داده است. بند 3 این اصل را می توان یک ضابطه برای مقابله با بهره‌کشی از کار دیگری و استثمار دانست که عبارت است از تنظیم برنامه اقتصادی کشور در صورتی که به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنین باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی، اجتماعی و شرکت در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. قانون کار و کاهش حمایت قانونی از کارگران. واقعیت این است که جمهوری اسلامی از آغاز پیدایش کوشیده و می‌کوشد تا به هر شیوه ممکن با سرکوب مداوم هر نوع اقدام مستقل کارگری و یا زمینه‌های و با زمینه‌های حقوقی نامناسبی که در این راستا به وجود آورده است از اجرای مفاد اعلامیه سال 998 سازمان بین‌المللی کار سر باز زند.
زیرا بنابراین اعلامیه تمامی دولت‌های عضو سازمان بین‌المللی کار صرف نظر از اینکه به مقابل نامه‌های 87 و 98 پیوسته باشند یا نه موظف شده‌اند در بازه زمانی معین مفاد و اصول مندرج را در قوانین خود به رسمیت بشناسند. اینکه جمهوری اسلامی و کارفرمایان ایران این حق را به رسمیت بشناسند یا نه در قانون کار ایران گنجانده شود یا نه در ماهیت وظیفه به رسمیت شناختن این حق تغییر نمی‌دهد و غیر قانونی و ناحق آن قوانین و آیین‌نامه‌هایی هستند که حق آزادی‌های سندیکایی را نقض کردند. بنابراین کارگران کشور حق دارند که سندیکاها و سازمان‌های سندیکاییشان را آزادانه تشکیل دهند و هر گونه ممانعت از آن بنابر مقابله نامه‌های یاد شده مصداق نقض این حق است. واقعیت این است که مقاومت جمهوری اسلامی در برابر این حق و تلاش آن به منظور حذف یا دور زدن هرچه بیشتر مفاد حمایتی کارگری قانون کار با روش‌های گفته شده دو روی یک سکه. حاکمیت به خوبی واقف است و باور دارد که تنها از طریق نقض این حق و سرکوب پیگیر هر نوع اقدام مستقل کارگری توان حفظ منافع کلان سرمایه‌داران حاکم بر کشور را خواهد داشت. بنابراین بر کارگران و فعالان کارگری است که ضمن پافشاری بر حق برخورداری از آزادی‌های سندیکایی و هوشیاری تمام به بررسی آیین‌نامه‌ها، تصویب نامه‌ها، طرح‌ها و لایحه‌های پیشنهادی که هدفشان به اصطلاح اصلاح قانون کار یا به عبارت دیگر بی اثر کردن هرچه بیشتر مفاد حمایتی کارگریان است با عمل متحد به مقابله با آنها برخیزند. روشن است که ضعف‌ها و نواقص قانون کار نباید موجب شود که کارگران نسبت به اصلاح آن یا به عبارت دیگر تهاجمی جدید به آن که هدفش زیر پا نهادن هرچه بیشتر حقوق کارگران است انفعال نشان دهند و بی‌اعتنا شود. باید هوشیار بود و ضمن مبارزه برای تعمیق حقوق کار در کشور راه را بر هر گونه تهاجم جدید به قانون کار مسدود کرد. تنها بر پایه این رویکرد راهبردی است که میتوان با پیش کشیدن بحث‌های آگاهی دهنده و بسیج کارگران آنها را با پیرامون برنامه‌های مطالباتیشان برانگیخت و با کوشیدن در این راه چنان نیروی مادی فراهم آورد که نولیبرالیسم حاکم بر کشور را در دستیابی به هدف‌های آزمندانه‌اش ناکام گذارد. قانون کار و مسئله تبعیض. بند اول تبعیض در مذهب و ملیت. تعریف و اصول کلی قانون میگوید که بر مبنای برخی از مقررات و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع فعل ندارد و البته باید خوان ممنوع نیست و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. مسئله اینجاست شما یا یک چیز را نمیگویید و یا وقتی گفتید و اساسی ترین نکات را در همان متن جا انداختید دیگر مقصودتان همان هاست که جا افتاده. معنیش این است که بر این مبنا پس تبعیضات ذکر نشده قبول است. اینجا از ملیت صحبت نشده، از مذهب صحبت نشده، از جنسیت صحبت نشده، به جایش گفته شده قوم و قبیله. کارگران ایران از چند قبیله متفاوت آمدند که این قانون برایش نوشته شده؟ اصلا قبیله به چه معنی است؟ و قانون میگوید قوم و قبیله و رنگ و نژاد و همانند اینها، که نمیگوید مذهب، نمیگوید ملیت. و ما میدانیم که در بندهای دیگر قانون به صراحت بر حسب ملیت و مذهب تبعیض میگذارد. این مسئله اسلام در بند 9 خیلی صریح‌تر میآید. آنجا بحث صحت قرارداد کار است. در بند الف از مشروعیت مورد قرارداد حرف میزند و در بند ج میگوید عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال و به این ترتیب کاملا مسئله را به اصطلاح فقهی و به اصطلاح فقهی و شرعی میکند. اینجا خیلی روشن است که علاوه بر این که این شرعی که اینجا از آن صحبت میشود متضمن هیچ نوع حقوقی برای همان کارپذیرانی که باب اجاره به آنها اطلاق میکرد نیست، بلکه معلوم نیست در هر حال تکلیف کارگری که مذهب اسلام ندارد، در حالی که به خوبی میدانیم موقع کار کردن مسئله مذهب مطرح نیست، تکلیف آن کارگر چیست و فرد یا هر مذهبی میتواند بیاید و کار کند و برای کارفرما سود تولید کند.
ولی آنجا که مسئله حقوق کارگران و عدم تبعیض میان کارگران مطرح است، آنجا دیگر مذهب خودش را نشان می‌دهد. در قانون کار ذکر شده است که زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. نکته قابل تأمل اینجاست که اینجا نمیگوید که زن و مرد برابرند، میگوید هر دو به یکسان در حمایت قانون هستند. خود قانون اساسی جمهوری اسلامی هم همین را راجع به زن و مرد در کل جامعه میگوید. این مثل آن است که بگوید برده و مالک برده هر دو به یکسان تحت حمایت قانون هستند. این یعنی قانون برای حمایت از هر کدام اینها موازینی دارد، هر یک سهم خودشان را دارند. ابدا اینطور نیست که اینجا گفته باشد زن و مرد در موقعیت مشابه در کار و تولید قرار میگیرند. این را مطلقا نمیگوید. اما تبعیض در مورد پرداخت دستمزد زن در قانون قید شده است. مزد مساوی در برابر کار مساوی. جملهش خیلی جالب گفته شده که در ازای کار مساوی در یک کارگاه به زن و مرد مزد مساوی میدهند. سوال مشخص اینجاست که چند کارگاه وجود دارد که در آن زن و مرد در آن کارگاه معین دارند کار مساوی و مشابه انجام میدهند. یعنی کارفرما آنها را کنار هم نشانده و دارند یک کار را انجام میدهند. و شما هیچ وقت نمیتوانید نشان بدهید که زنی که دارد کار میکند با چه مردی در یک رشته دیگر معادل است. یک کلمه در این قانون کار راجع به این نیست که کارفرما باید امکانات برابر برای استخدام نیز بگذارد. نمیتواند کارفرما وقتی دو نفر برای محاسبه مصاحبه برای کار آمدن به خودش بگوید خب این یکی که زن است ممکن است بچه دار شود، سالی فلانقدر روز کاری اینطوری به خاطر اینکه بعد از بچهش مراقبت کنه اینجوری از بمیره، بعد باید شیرخوارگاه بسازه و هر 3 ساعت نیم ساعت تنفس برای شیر دادن به او بدم و خلاصه حقوق ویژه‌ای که البته در این قانون زیاد نیست برایش قائل باشم. پس ولش کن، استخدامش نمی‌کنم. مسئله امکانات برابر در استخدام اصلاً در این قانون نیست. معنی این حرفا پس این است که من در قانون کار این حرفا رو میزنم و کارفرمایان محترم خودشان زن را استخدام نکنند. آن وقت دیگر نه فقط همین نوع بندها جنبه رفع تبعیض ندارد، بلکه از نظر اجتماعی تبعیض را شدت میدهد. کسی که میخواهد واقعا زن و مرد را در کار و تولید برابر کند باید در درجه اول تبعیض مثبت به نفع زن قائل شود و به نفع زن قائل شود، یعنی کارفرما رو مجبور کند که هزینه بیشتری تقبل کند، حقوق بیشتری بپردازد، آموزش ویژه‌ای بدهد برای اینکه زنان بتوانند پایه شغلیشان را بالاتر ببرند، مهارت کسب کنند و غیره. به علاوه ضمانت اجرایی قانونی اکید و مجازات‌های قانونی تعریف کند برای عدم استخدام زنان به بهانه‌های مختلف. بنابراین به نظر من زن در این قانون کار دو پله هم از مرد کارگر محروم‌تر و بی‌حقوق‌تر است. حال می‌پردازیم به قانون کار و قراردادهای موقت. عدم امنیت شغلی کارگران یکی از مهمترین و اساسی ترین مشکلاتی که جامعه کارگری امروز با آن روبروز، عدم امنیت شغلی و گسترش قراردادهای موقت کار است. ما امروز شاهد هستیم که بیش از 95% از کارگران ما علی‌رغم اینکه خیلی از اینها در مشاغل با ماهیت دائم اشتغال به کار دارند، همچنان با قراردادهای موقت 1 ماهه، 3 ماهه و 6 ماهه مشغول به کار هستند. و در حقیقت قراردادهای موقت کرامت نیروی کار را مخدوش کرده، چرا که کارگر نمیتواند حتی برای 1 سالش نیز برنامه‌ریزی کند. با این وضعیت قراردادهای موقت کارگر حتی نمیتواند از حداقل‌ها هم دفاع کند، چرا که وقتی با قراردادهای کوتاه مدت 1 ماه و 3 ماه روبرو می‌شود، اگر از مجرای قانونی هم بخواهد مطالبات به حق خودش را پیگیری کند، پایان قرارداد با عدم نیاز و عدم تمدید مجدد قرارداد مواجه می‌شود. تشکل‌های کارگری. حقیقت این است که قراردادهای موقت کار نه تنها کرامت نیروی کار را مخدوش کرده، بلکه آزادی را از تشکل‌های کارگری هم سلب کرده است و زمینه را برای استثمار کارگران فراهم می‌کند. برای مثال زمانی که فردی که نماینده قانونی کارگر در شورای اسلامی کار بوده خودش با قرارداد 3 ماهه مشغول به کار است، طبیعتاً این فرد اگر بخواهد مطالبات کارگران را پیگیری کند به ذم کارفرما خوش نخواهد آمد و پس از 3 ماه قرارداد با عدم نیاز و عدم تمدید قرارداد مواجه خواهد شد و شغل خودش رو هم از دست خواهد داد. اینجا بحث میکنه، میگن که حرف ما این هستش که نگیم که همه کارگرها قرارداد دائم داشته باشن، چون بعضی از کارها هستن که
به صورت فصلی هن که اونا میتونن قراردادهای فصلی داشته باشن. بعضی از کارا هستن که کارهای موقت و پیمانکاری هن، اونا میتونن قراردادهای باز موقت داشته باشن. ولی حرفش اون هستش که کارگری که کار ثابت میکنه یه قرارداد ثابت و مشخصی داشته باشه و یک امنیت شغلی. و همونطوری که به تفصیل بیان شد، ضعف قانونگذاری و ایجاد زمینه‌های حقوقی ناعادلانه راه را جهت ارزانسازی نیروی کار و استثمار کارگران در ایران فراهم کرده. مواردی از جمله تبعیض‌های ناروای جنسی، ملی و مذهبی در قوانین و همچنین خلأ وجود سندیکاهای مستقل کارگری که بتواند از حقوق کارگران دفاع کند و هدفی متاسفانه که در قراردادهای پیمانکاری دنبال می‌شود، به غیر از دیر پرداخت کردن یا پرداخت نکردن دستمزد و مزایای مزدی کارگران، امنیت شغلی کارگران و زمینه استثمار آنها را فراهم کرده. وقتی تشکلات کارگری و قدرت چانه‌زنی کارگران در چارچوب مذاکرات سه‌جانبه به واسطه رویکرد کارفرمایی دولت تضعیف می‌شود، کارگران که حقوقشان توسط پیمانکاران تضییع شده، قادر به پیگیری حقوقشان حتی از مجاری قانونی نیستند و متأسفانه در چنین جامعه‌ای نه تنها کارگران به حقوق خود نمی‌رسند، بلکه زمینه استثمار آنها از سوی اصحاب قدرت و کارفرمایان فراهم می شود. اگر قرار باشد در قانون منافع یک طرف دیده شود، زمینه استثمار را فراهم می کند و آنگاه برخورد با آن دیگر امکان پذیر نخواهد. مرسی. ممنون. خیلی خوب بود.